آمین با آمین. امیدوار هستم کسانی که هنوز آشنایی با عیسی مسیح ندارن واقعا به زودی بگن که تو هستی سرور من، تو هستی رهبر من، تو هستی پادشاه من، پادشاه قلب من. هللویا. خدا رو شکر برای امروز و که خدا همش رو فراهم میکنه، دعای ما رو میشنوه و طبق اون تشنگی که ما داریم میاد اینجا با ما صحبت میکنه. واقعا خدایی داریم که از ما کارهایی نمیخواد، ما چیزهایی برای خدا انجام بدیم که خدا بیاد اینجا با ما ملاقات داشته باشه، بلکه خدایی داریم که تشنگی قلب ما رو نگاه میکنه، چقدر واقعا حقیقت رو میخواییم بشناسیم. و هرچقدر هم بعضی وقت حقیقت به ضرر ما هم تمام بشه، مثال میگم به توبه و بازگشت، و فقط کسی که واقعا میخواد با حقیقت آشنا بشه میگه خداوند هر چیزی که هست خداوند بیا خودتو به من نشون بده که واقعا نه فقط با قلب با عقل من بفهمم، بلکه واقعا با قلبم بفهمم و چیزایی که هست برای من بتونم دریافت کنم. هفته گذشته یک موضوع خیلی مهمی بود که صحبت کردیم در مورد اینکه در هر موجود در وجود هر حیات در موجودیت خیلی ممنون که کمکم میکنید. هر حیات احکام و یک قانونی وجود داره، یک بذلی وجود داره، همینطور که خدا دنیا رو خلق کرد و گفته برادر در طبیعت رو و هر چیزی که خلق کرد و همینطور هم حیوانات رو خلق کرد، به هر حال با یک هدفی خلق کرد و همینطور هم هر چیزی که خلق کرد توی این بذل که اونجا کاشته شده در طبیعت هم نگاه میکنید یک قانونی هست و طبق این قانونه که این علف یا درخت یا گل رشد میکنه و برای این چیزی که خلق شده اینم خواهد شد. همینطور هم حیوانات هم نگاه میکنیم که تمام حیواناتی که هستن توی این چیزش اسپرم اونجا یه قانونی نوشته، یک دی ان ای هست، به طبق این دی ان ای خودشو همینطور تبدیل میکنه، یعنی تکثیر میکنه. و اینجا من دو تا درخت های این چیزی گذاشته بودم، درخت حیات و درخت معرفت نیکو بد، یادتون هست که خدا اونجا گذاشته. ما گفتیم که درست متوجه بشین، این فقط یک مثالی هست که بتونیم درست تصویری داشته باشیم که معنی منو بتونیم بفهمیم و همینطور هم چیزایی که روحانیه که بتونیم درست متوجه بشیم. ما گفتیم که درخت حیات یا خود خدا زمانی که ما رو شبیه خودش خلق کرده، گفتیم که مثل یک درخت اناره و اونجا در دست اونجا از طرف شما دست راست اونجا شیطان با بذل خودش یا با شخصیت خودش که گفتیم که مثل اینکه شیطان یک موزی هست و به هر حال زمانی که خداوند میگه که ما رو شبیه خودش خلق کرده، پس چون خدا درخت اناره پس ما باید انار باشیم، این مزه انار رو بدیم، پوست انار رو داشته باشیم، رنگ انار رو داشته باشیم، همه چیز باید واقعا از این ریشه درخت انار هست در ما وجود داشته باشه. و همینطور هم در این قسمت دیدیم که این بذلی که یا این میوهی که شیطان به آدم و حوا پیشنهاد کرد، این بذلی هست، این دی ان ای خودش داد و زمانی که آدم و حوا از این درخت خوردن دیگه این میوه در ایشان قرار گرفت، این دی ان ای شیطان و تمام این گناهایی که ما میکنیم این ثمره این درخت موز هست و در ما قرار گرفته. و بعضی وقت من سعی میکنم اینطوری توضیح بدم که قلب آدم و حوا مثل یک باغچه بود یا و باغچه بود هنوز هیچ چیزی کاشته نشده بود و خدا گفته که از کدوم بذر میخوایی توی باغچه خودت بکاری. یا بعد از این زمانی که آدم و حوا از درخت موز برداشتن اینو کاشتن،
که الان یک موزی به وجود آمده با تمام ثمره‌های موز، یا با ثمره‌های موز میتونیم بگیم که تمام گناهایی که ما میکنیم از خودخواهی، خودمحوری، از یعنی خودمحوری اصلا کلا ریشهش خودمحوریه، تمام دروغ گفتن و تظاهر، غیبت و هر گناهی که میتونیم اسم ببرین از این ریشه خودمحوری شکل گرفته. این چرا مهمه که اینو متوجه بشیم؟ ما زمانی که ما الان این موز شدیم، این دی ان ای موز در ما قرار گرفته و دائما ما هر روز گناه میکنیم و سعی میکنیم به هر حال چه کاری بکنیم، ما سعی میکنیم هر دفعه یه قیچی برداریم، مثلا یه گناهی هست که غیبت کردنه، یک شاخه ای هست یا یک موزی به وجود، ما سعی میکنیم او رو ببریم، میگیم الان از این به بعد خدا من نمیخوام دیگه دروغ بگم، یا نمیخوام قضاوت کنم، یا نمیخوام حکمانه، نمیخوام داوری کنم، نمیخوام حسادت داشته باشم. میبری این موز میفته. فقط این شیره این درخت موز درونشه، بعد از یه مدت دوباره یه موز رو تولید میکنه. یا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که چون ریشه ما موزه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان انار بیاره. غیر ممکنه، درسته؟ غیر ممکنه. و زمانی که ما در مورد مذهب صحبت میکنیم، ما باید کارهای نیک انجام بدیم و همینطور هم الان ما متوجه شدیم که ما شبیه خدا خلق شدیم، تمام صفتهای خدا در ما باید باشه، مزه خدا باید در ما باشه. این نیست، فقط ما فکر میکنیم الان این ریشه موز که در ما هست، این دی ان ای موز در ما هست، فکر میکنیم الان باید سعی کنیم یه کاری بکنیم که این درخت موز الان انار تولید کنه و خیلی ممکنه. اینو میخوام درست متوجه بشیم، چون با کارهای خوب، کارهایی که انجام میدیم، سعی هم بکنیم یه کاری انجام بدیم، فایده نداره. ما همون موز هستیم، موز به دنیا آمدیم، موز هم خواهیم مرد اگر قبل از این یه اتفاق نیفته. آمین. و پس معمولا زمانی که کسی که متوجه شده خودش موزه و میدونه که من باید انار میشدم، و زمانی که کتاب مقدس هم باز میکنیم، تمام شریعت خدا رو میخونیم و نگاه میکنم، همینطور هم هفته گذاشتم فکر میکنم گفتم که کتاب مقدس از دو تا میوه های صحبت میکنه، وسطش تمام داستان هایی هست که خدا من با قوم خودش اینجا انجام راه میره و همینطورم خودش رو افشا میکنه. بعد اینجا زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم، اینجا یه قسمتی میخونیم در مورد گناه که موزه، طبیعت شیطانه، و یه قسمتی میخونیم طبیعت خدا، چی باید میشدیم برای چی شدیم. پس کتاب مقدس ما رو به یه جایی میبره که بتونیم به شناخت خودمون برسیم و به شناخت خدا برسیم. آمین. و زمانی که به شناخت خودمون رسیدیم، با شناخت بعد از اینم به شناخت خدا رسیدیم، الان ما معمولا طبیعتا اینطوری یاد گرفتیم، آها الان از امروز به بعد من شروع میکنم که انار باشم. میشه؟ نه. چه کاری کنم؟ مثل اینکه خدا ما رو توی بنبست گذاشته، همه چی رو نشون داده، نشون داده که ببین الان تو متوجه شدی تو سرطان داری باید بمیری، خب دیگه حقیقت رو شناختی. الان متوجه میشه من سرطان دارم الان یا ایدز دارم، من باید الان بمیرم. خدا به اون شناخت رسوند. آقا چه خدایی داریم که خدا به ما رو به شناخت خودمون برسونه، فقط بعد از اینم یک دارو هم اونجا نده به ما که بگی که باشه اونجا یه دارویی هست، الان اینو متوجه شده باشی، الان میتونی دارو رو برداری بخوری و تو آزاد میشی. آمین؟ لوجه شدیم؟ پس خدای زمانی که کتاب مقدسی که میخونیم متوجه میشه من چقدر ذات من، ماهیت من گناهالود، خودمحورم، من خدای خودم شدم. همزمان خدا میگه که من برای تو یک داروی فرستادم و این دارو رو مثال میگم، مثلا این داروه، این دارو رو ور میدارم، یا این دارو رو متوجه شدم الان یک توی کمودم هست، ور میداری این روی کمود میذاری، میگه که اونجا یه جایی میذاری و میگه که من به این دارو باور دارم، مریضی تو از بین میره،
زمانی که یک چیزی هست، یه دارویی هست، معمولا پیش دکتر میری، دکتر هر دارویی به تو میده چون تو اعتماد به دکتر داری برمیداری، درسته؟ و میگه که هر روزی سه بار باید اینو برداری، دیگه اطاعت میکنی، چرا؟ دکتره. و دکتر گفته که این دارو میتونه مثلا سردرد تو رو حل کنه یا مثلا بیماری تو، معده درد تو رو برداره. پس تو چی میکنی؟ چون اینو باور میکنی به دکتر و میدونی که این دکتر این دارو رو که بداده، این دارو مشکل تو رو حل میکنه. به این خاطر زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم، توی کتاب مقدس هم همینطور شناخت خداست، شناخت خودمون، همینطور تویش هم دارو هم هست که میگی که این دارو رو برداری شفا میگیری یا مثلا نجات پیدا میکنی. و در مورد این دارو میخوایم امروز هم صحبت کنیم. توی و خدا یه روشی داره و به وسیله این روش، هفته گذاشتم صحبت کردیم که به وسیله این روشی هست که خدا میتونه ما رو نجات بده. چون ما در رومیان باب 3 آیه 20 میشه 72، رومیان باب 3 آیه 20 اینجا میگه که از آنچه که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا از حضور وی عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه هست. پس از اعمال کاری نمیتونیم، یعنی هر کاری هم بخوایم بکنیم فایده نداره. فقط شریعت، یعنی همونطور که گفتم کلام خدا رو میخونی، فقط کلام خدا رو میخونی متوجه میشی که گناهکار هستی. و خدا یه حکمی چیز کرده، یعنی یک کلید، از طریق این کلید میتونی وارد بشی. و این کلید چیه؟ حکم ایمان. حکم ایمان، به وسیله ایمان. ایمان داشتن اعمالی نیست، درسته؟ عملی نیست. باور میکنی، تو جا نشستی، من برای تو مثلا یه چیزی به شما میگم و شما باور میکنی، کاری نکردی، به حرفی که من زدم باور کردی. به وسیله این باور، یعنی حکم ایمان، این کلید رو میذاری، اون موقع میتونی وارد بشی چیزی که خداوند برای تو فراهم کرده. باید حکمی باشه که نه با اعمال، هوش، قوت یا استعداد سر کار داشته باشه. این حکم ایمانه. غلطیان باب 2 آیه 16، اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح، نه از اعمال شریعت، عادل شمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. عادل شمرده نخواهد شد، یعنی عادل، یعنی جلوی خداوند ایستادی مثل اینکه هیچ گناهی نکردی. خدا نگاه میکنه میگه که تو مرد عادلی، هیچ چیزی بعدی در تو نمیبینم. به وسیله ایمان. همینطور غلاطیان باب 3 آیه 11 هم هست، حتی میگه که اما واضح هست که هیچ کسی در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمیشد، چون عادل به ایمان زیست خواهد کرد. برای این حکمی هست که خداوند برای ما آورده که به وسیله ایمان خدا شروع کنه ما رو از این درخت موس، از این طبیعت شیطان ما رو آزاد کنه و ما رو نجات بده. و همینطور هم اینطوری به شما بگم که این ریشه کنی کنه تو این باغ قلب ما که این کاشته شده، این ریشه کنی شده بشه و همینطور هم بذر خودش، دی ان ای خودش در ما بگذاره.
این کار کار خداست. زمانی هم که مثلا الان یک قدهی قده میگن یه قدهی تو مغزت داشته باشی یا تو هر جایی که باشه میری پیش دکتر و دکتر هم برحال که آزمایش میگه که باید عمل بشی، بعد از این میری توی بیمارستان، تو بیمارستانی که میرن اونجا این جراحی اون افرادی که جراحی میکنن اسمش چیه؟ جراح. این جراحی که به هر حال میبره و تمام چیزا رو مغز رو باز میکنه، این قده رو برمیداره و بعد از این میبنده و این کار خداست. تو نمیتونی الان یه کاری انجام بدی، بلکه باید بری پیش جراح این کار رو انجام بده. به این خاطر این چیزی که واقعا تو نفس ما، تو روح ما قرار گرفته، این دی ان ای شیطان، این کار خداست که کار روح خداست که بیاد اونجا یک جراحی در ما انجام بده که از دید ما مافوق طبیعیه. یه چیزی نیست که انسان بتونه اصلا بفهمه و بدونه چه اتفاق میفته. تقریبا میتونیم تصور کنیم. پس خدا باید بیاد، خود خدا باید این جراحی رو انجام بده و یک چاقویی هم داره. آلمانی میگن سکالپل، خیلی تیزه. یعنی همینطور میره، همینطور میبره. و با این جارو، با این چیز بیاد، میاد. باید اینجا ببره و بیرون کنه. و این چاقو چیه؟ هنوز در مورد صحبت نکردم. این چاقو همون صلیب عیسی مسیحه که اینجاست که خدا میاد میبره و باز میکنه و قده رو برمیداره، میبنده، شفا میده و نه فقط قده رو برمیداره بلکه دی ان ای خودش رو میده، طبیعت خودش در ما قرار میگیره. ما اون موقع شریک طبیعت خدا میشیم. هیچ شخصی نمیتونه انجام بده، هیچ کسی تمام دنیا با هم جمع بشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. این کار خود خداست. آمین. اینو در موردش هفته گذشته صحبت کردیم. برای من مهمه که این چیزا رو درست متوجه بشین. یک هفته گذشته الان دوباره برمیگردم به یه مطلبی، بعدا میگه که کجا بودم، چی شنیدم. بعد هر دفعه سعی میکنم دوباره قلبای شما رو، نفس شما رو، فکر شما رو یکم دوباره روشن کنم که متوجه بشین که در مورد چی صحبت میکنی و خدا چی میخواد انجام بده و چطور میخواد انجام بده. پس اونجا ما متوجه شدیم که کمک باید از خدا بیاد و گفتیم که چطور به وسیله، در موردش هم صحبت کردیم، گفتیم در مورد ایمان، نه؟ به وسیله ایمان ما میتونیم پس نجات پیدا کنیم. ایمان چطور به وجود میاد؟ هفته گذشته صحبت کردیم. ایمان چطور به وجود میاد؟ شما نمیتونی اینجا بشینی میگی که آه من ایمان دارم. خب همه ما ایمان داریم که خدا هست، خدا وجود داره، دنیا خداست که دنیا رو خلق کرده. به خدا ایمان داریم. به چی باید ایمان داشته باشیم؟ به چی چیزی باید ایمان داشته باشیم که واقعا بتونیم نجات پیدا کنیم؟ چطور الان شما اینجا نشستین و این یا عزیزان که گوش میکنن، چطور میتونین ایمان بیارین؟ به وسیله کلام. من باید بگم که بگین که درسته یا درست نیست، باور میکنم باور نمیکنم. الان مثلا مثال میگم به شما، میگم به وسیله ایمان همینطور هم بفرستم خونه. خب به چی چیزی ایمان بیارین؟ پس من باید اینجا موعظه کنم طبق کلام خدا، باید هر چیزی که خدا انجام داده و همینطور هم در مورد ماهیت خود صحبت کنم، در مورد عشقش صحبت کنم، در مورد کارهایی که صحبت می‌کنم، در مورد نقشش صحبت کنم که خودتون آخر واقعا زمانی که جستجو میکنین، فکر میکنین، دعا میکنین، این ایمان در شما به وجود بیاد با کمک روح القدس. پس
ایمان از کلام خداست که ما هفته گذشته هم در موردش هم صحبت کنیم صحبت کردیم در رومیان به 10:17 است میدم اینجا 79 که میگه که لحظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ایمان لحظا ایمان از شنیدنه، چیزی که الان شما میکنین میشنوین، الان چقدر شما میشنوین و میفهمین یه چیزی دیگه ربطی به خودتون داره. من میتونم اینجا همینطورم قبل از این گفتم به شما صحبت کنم و شما حواستون یه جای دیگه باشه. شنیدی؟ فهمیدی؟ نه، منظور من زمانی که من الان موعظه میکنم تعلیم میدم حواست یه جای دیگه رفته. شنیدین؟ بله. این صدای من آمده تو. فهمیدین؟ نه. چرا؟ مغز جای دیگه بود. درسته؟ یه لحظه صحبتتون انقدر خوب بود یاد یه صحبت از دوستم شیما افتادم. دیشب تو راه که برمیگشتیم با سمیه خانم شما دوست و یه صحبتشون به سمیه خانم من هنوز نمیتونم قبول کنم عیسی مسیح رو. گفتم شما انقدر خدا دوست داشته، ببین تو یه همچی سمینار کنفرانسی شما خدا دعوتت کرد اومدی، بعد تمام یعنی دو روز دو شب دو روز دو تا 12 ساعت دیگه دو تا درصد حساب کرد مثلا هر چی شما بعد نهایت استفاده رو می‌بردی، چیزی که خیلی خود من مثلا همچی سعادت نصیب من نشده. میگه نه من هنوز شک دارم. بعد به سمیه خان میگه من قسم کنم میگه من بخاطر زهرا خان حتی کلاس هر خیلی اصلا دل من شکست به خاطر خدا. خواستم بهش بگم که میگم به خاطر من اصلا نیام. یا اوکی اینطوری بگم الان چیزی که الان هست خود شنیده و دریافت کرده، فقط هنوز باور نمی کنه. الان اینطوری هم نیست که هر دفعه یه چیزی صحبت می کنیم همه باور می کنن. افرادی هم هستن که واقعا موعظه رو شنیدن، حقجیان رو گذروندن، همه چی رو شنیدن، آخرش هم گفتن که ما شک داریم. خب حداقل شنیدن، شاید بعد از 2 سال 3 سال این 2000 بیفته، چون هنوز ما با عقل خودمون سعی میکنیم خدا رو بفهمیم. خودم شاید مثلا اینطوری بود، شاید با عقل خودش میخواست بفهمه نفهمیده، میگه این باور نمیکنم. خب خیلی نرمال، با قلب نمیتونی، با عقلتون نمیتونی بفهمی، یه مکاشفه ای هست که خدا باید بده. افرادی هستن اونقدر زخمی هستن یا و هر چقدر چیزایی که میشنون این زخما بعضی وقت نمیذاره درست متوجه بشن، فقط چون به خودشون نگاه میکنن. زخم من، درد من آسیب دیدم، من و همینطور هم میشنوی که دارو هست تو رو شفا میده، من احتیاج دارم، نمیدونم. به هر حال درست متوجه نمیشن، مکاشفه نمیشه، همینطور هم از اینجا میرن. بعد افرادی هم هستن که واقعا یه بار شنیدن، دو بار شنیدن، رفتن یا بعد از 2 سال 3 سال برگشتن و توی مشکل های دنیا افتادن، توی نمیدونم درد و افسردگی افتادن، دوباره برگشتن. یه بار شنیدن باور نکردن، رفتن اونجا، خدا شروع کرد به کار کردن یا و بعد از این سعی کردن با قدرت خودشون به یک آرامشی، به یک شادی برسن، شکست خوردن، همه چی رو از دست دادن. بعد یاد اونجا که روح خدا میاد اونجا یادآوری میکنه، میگه که حقچیان رو شنیدی، کلام من رو شنیدین، باور نکردین، در این حال افتادی، برگرد برو اونجا، این روح خداست. بعد از این بر میگردن اونجا، بعضی واقعا شده و گفته ما میخوایم دوباره شروع کنیم، ما رفتیم سعی کردیم با قدرت خودمون یه کاری انجام بدیم، شکست خوردیم، همه چی رو از دست دادیم و الان برگشتیم اونجا، الان حاضر هستیم. یعنی این قلب غرور ما هنوز هی دائما اینه که هی دائما میخوای خودت رو ثابت کنی، من هستم، من میتونم، این خدا، من خدا هستم. یعنی هیچ مونی نمیگی من خدا هستم،
حتی تو خود خودمحوریه، من میتونم انجام بدم. متاسفانه خانواده من ارمنی‌زاده هستن، نه متاسفانه ارمنی‌زاده هستن، منظور اینه که ارمنی‌زاده هستن، مسیحی هم هستن. به خواهرم همینطور اونقدر زیاد صحبت کردم، واقعا خودش تو افسردگی، تو ناراحتی افتاده. سالها پیش الان دیگه در مورد صحبت، در مورد مسیح صحبت نمی کنم دیگه. هر دفعه به یک اوجی می رسید، ما دعا می کردم، گریه می کرد، گفتم که عیسی مسیح رو بردار، واقعا اون می تونه. دیگه بعد از این آخر دوباره میگه نه من می تونم، من می تونم زندگی خودم رو دوباره چی میگم دوباره درستش کنم. گفتم ای خدا من چه کار چیشی بود، چی باید انجام بدم؟ هنوز این من میتونم، این من میتونم، مثل که خدا احتیاج به تو ندارم. افسردگی، ناراحتی و بعدی ما ارمنی ها اینطوریه که چون ما ارمنی زاده هستیم، مسیح زاده هستیم، و دیگه فکر میکنیم نجات رو داریم. متوجه نمیشیم که نجات از ایمانه، ایمان به کاری که خداوند در زندگی ما انجام داده. ایمان اینه که من گناهکار هستم، احتیاج به نجات دارم، به عیسی مسیح رو قبول کنی تو قلبش. ارمنی ها، نمیخوام بگم همه، الان خیلی هستن که همینطور، مسلمون زاده ها که مسلمون هستن، ارمنی ها مسیح رو دارن، باورم میکنن عیسی مسیح خداست، عیسی مسیح زنده هست، عیسی مسیح مرده، قیام کرده، روح القدس، پدر، همه چی رو باور میدونم. فقط روی کمد اونجا گذاشتن، عکس هم اونجا گذاشتن و میگن که ما باور به اون داریم. و همینطورم حیات هم از اینجا روز به روز خالی میشه، افسرده. ما مسیح هستیم، اولین مسیح، کشوری که مسیح رو قبول کردن. دردناک، یعنی واقعا اتفاق افتاده که واقعا ارمنستان اولین کشوری بود که مسیحیت رو عنوان یک کشور قبول کردن. بعد این برایشان یه بوتی شده. 2000 سال پیش ما، خب چه فایده ده امروز تو زندگی میکنی؟ امروز احتیاج به نجات داری. اون پدران ما واقعا زندگیشو گذاشتن و خونش ریخته شده، به خاطر مسیح شهید شدن، همه کارو شدن. فقط این برای اون زمان بود که بتونستن مسیحیت رو نگه دارن. فقط تو الان اینجا باید همون مسیحیت رو، تو از این نسل اونا هستی، ما باید اینجا نگه داریم، یعنی زندگی کنیم. نمیتونم الان یه بوتی بسازم ما این بودیم، الان تو احتیاج به این دارو داری. متوجه هستین؟ ما امروز زندگی میکنیم. امروز من میخوام نفس بکشم، خوشحال باشم. امروز میخوام این آرامش رو داشته باشم. پدران ما رو داشتن، خونش رو ریختن، اینو شهادت عالی هستن. به درد من الان نمیخوره. من نمیتونم الان اونجا فخر کنم. من میتونم بگم واقعا خدا رو شکر برای پدران ما، پدران یعنی نسل ما، چه خونهایی ریخته شده به خاطر مسیح. که الان من نسلش هستم، من باید این آتشی که اونجا گرفته بودن، من الان باید این شعله رو خودم بردارم و برم پیش و اونجا موعظه کنم یا تعلیم بدم و همینطورم انجیل خدا رو همه جا پخش کنم. اینو فقط گفتم که متوجه بشین که ما همه واقعا احتیاج به این کاری هست که خداوند در زندگی ما کرده، این دارویی که برای ما آورده، یا این مثال رو گذاشتم فقط که اینو دریافت کنیم و به این خاطر ما باید بشنویم. الان این خواهر، این که از اونجا صحبت کردیم، بگذارین دعا میکنیم، خودتونم دعا بکنیم. فقط خداست که میتونه قلبش، شاید هم خودش اصلا دنبال یه چیز دیگه هست. انگار که روزی که میخواستیم بریم سمینار، روزی چهارشنبه خواستیم رفت کنیم، منتظر بودیم چیز امانتی دسته نفر باش نمیداد. باشه، الان نمیخوام توضیح بدیم برای بعد. انگار که شب بود که طرف
یا گود اوکی، میگم که مربوط به قلبه. الان من اینجا چای رو میذارم اینجا و یه قهوه میذارم اینجا و میگم که مثال، میگم که قهوه برای تو خوبه، درسته؟ فقط اگه او خودش چای میخواد، من نمیخوام با زور به دهنش بذارم، متوجه هستین؟ پس زمانی که الان اینجا ما در مورد مسیح صحبت میکنیم و تعلیم میدیم و موعظه میکنیم و تبلیغ میکنم عیسی مسیح رو، تبلیغ نمیشه گفت، چه میشه گفت؟ معرفی میکنم عیسی مسیح رو، شاید کسی اصلا دنبال مسیحی نیست، شاید دنبال فقط نمیدونم دنبال اینه که هنوز خودش حکومت کنه. طبیعت ماست دیگه. و زمانی که نگاه میکنی مثلا میگی که مثلا میگم تو این دی ان ای در تو قرار گرفته، میگه که نه قبول نمیکنم، یا و دیگه کاری نمیشه کرد. اینجا این کار خداست که خدا ما رو به اون توبه بازگشت هدایت کنه. فقط الان برگردیم به اون متن، چون میخوام الان بریم به اون این دارو رو میخوام معرفی کنم. پس زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم، اونجاست که ما باید به شناخت خدا برسیم. 80 به خدا برسیم، یعنی زمانی که الان موعظه هم که میکنم، تعلیم هم میدم و همینطور هم خودتون هم همزمان هم توی خونه های خودتون کتاب مقدس رو میخونی یا این پوشی هایی که به شما دادم، اونجا به هر حال باید به اون جایی برسین، باور کنین که خدا منو دوست داره و منو همینطور که هستم با تمام گناه های من قبول میکنه. خدا نمیگه که آلبرت الان تو باید بری همه گناهات رو پاک کنی، درست کنی، زندگی خودت رو انجام بدی، بعد از این میای اینجا، بعد از این من تو رو قبول میکنم. نه، خدا میگه با تمام آشغالای خودت، ببخشید توی میگم، با تمام لجنهای خودت، با تمام کثیفی خودت، یعنی از گناه، همینطور بیاد، همینطور من تو رو قبول میکنم. اینو باید بدونیم، یعنی باور کنیم، چون کلام خدا میگه که و باید باور کنیم که این تعلیم هایی که همینطور دادم، من شبیه خدا خلق شدم، من مهم هستم و من با ارزش هستم. من باید باور کنم که خدا دوست داره با من مشارکت داشته باشه، باور کنم که خدا الان نیومده که منو داوری کنه، بلکه منو گناه منو ببخشه. اینو باید باور کنم. آنقدر خدا دنیا رو، انسان رو دوست داشت که یگان فرزندش رو داد که ما داوری نشیم، بلکه حیات جاودانی رو به دست بیاریم. پس باید اینو باور کنم و باورم کنم که خدا میخواد بعض خودش، یعنی روح خودش رو به من هدیه بده، یا و باید باور کنم که خدا دنبال این نیست که کارهای نیک منو به حضور او بیاریم و اونجا خودم رو لوس کنم، بگم که ببین چقدر کارهای خوبی انجام دادم، بلکه حتی بیایم اونجا بگم که خدا من واقعا اونجا هیچ چیزی هستم و باورم کنم که خدا میخواد دوباره منو برگردونه به نقشه اول خدا خودش و همینطورم حیات جاودانی به من ببخشه و کار خداست که ما رو روز به روز تبدیل کنه، عوض کنه و همینطورم باورم کنم که خدا منو خوانده، من یک خواندگی دارم، من به درد خوردنی هستم، من یک کسی نیستم که در این 7 میلیارد نفر زندگی میکنم و میگم آیا واقعا یک خواندگی دارم، یک کسی هستم یا نه. شاید در این دنیا هم هیچ چیزی الان از تو ساخته نشده، شاید این امکانم نداشتی، شاید توی جامعه بزرگ شدی که اصلا پدر مادر نمیتونستن تو رو درست بزرگ کنن، حتی بی سواد هستی، یه مرد بی سواد، یه زن بی سواد هیچ موقع نمیگه که من یه خواندگی دارم، میگه که بی سوادم، هیچ به درد نمیخورم. فقط خدا همون میگه که تو منحصر به فردی هر جایی که هستی، تو به درد نمیخوردی در این دنیا، چون این محیط رو، تو این محیط در جایی که قرار گرفتی اصلا نمیتونستی به اون حقیقت برسی که به اونجا. فقط زمانی که ما نجات پیدا میکنیم یا باور میکنیم که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده، پس هیچ کسی در این دنیا وجود نداره که ارزش نداشته باشه و همینطورم خواندگی نداشته باشه. گوش میکنیم
اگه خدا فقط مثل حیوانات ما رو خلق کرده بود فرق میکرد. فقط زمانی که خدا میگه که من خودم شبیه خودم ساختم، یعنی چیزای تمام خصوص هر چیزی که در من هست، نه فقط یه قسمتش، نه 90%، 100% من تو رو شبیه خودم خلق کردم، استعداد، عطاها و هر چیزایی که تو داری احتیاج داری به تو بخشیدم. تو این هستی، هنوز روشن نشده تو چی هستی، چون با حقیقت آشنا نیستی، چون این تقریبا مثل یه بذری هست. زمانی که این بذری برداری روی یک کمودی بذاری و تو نمیدونی در این بذر چه دی ان ای هست. حالا مثلا میگیم یک چیز کوچیک، اینجا چیزی نیست. اوکی، میتونی خودتون تصور کنیم. اینو برمیداریم، یه بست 2 میلیمتر اونجا روی میز میذاریم. آیا این بز به خودش نگاه میکنه میگه که به درد میخورم؟ نه، هیچ زیبایی هم نیست توش، هیچ جلالی توش نیست، مثل که برمیداریم به درد نمیخورم بندازیم دور. و این دنیا برمیداره اینو و میندازه روی یک خاک، نه به درد نخوره، به درد نمیخوره. و این میاد توی خاک، میره روی زیر خاک و بعد از اینم آفتاب میاد، بارون میاد و یهو از این بز یواش یواش این بس میمیره، یعنی میشکنه، یعنی شکست میخوره. این بس باید شکست بخوره، شکست میخوره و بعد از این میبینی که دی ان ای توشه، این قانونی که توشه، شروع میکنه به رشد کردن. یهو میبینی بعد از یه مدت یک روز پر از عطر و قرمز و با شاخه هایش یهو میاره. بعد از این نگاه میکنه، یعنی پوموهای تنم سیخ میشه، نگاه میکنه میگه که این درونش بود، فقط چون کاشته نشده بود هیچ زیبایی نداشت. بعد از این روز یهو متوجه میشه هی چه از زیبام، چه عطری میدم. متوجه هستی؟ به این خاطر باید باور کنیم، چون خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده ما با ارزش هستیم، نه به خاطر اینکه تو کارهای نیک انجام میدی. این خیلی خوبه، چون واقعا امیدوار هستم این تعلیم ها واقعا ما رو به یه جایی ببره که واقعا تسلیم بشیم، میگیم کاری نیکی نمیتونم انجام بدم، هیچ کاری، فقط خدا چیزایی در من گذاشته شبیه خودش کرده، اینا هستن که باید الان شکل بگیرن. و این به هر حال این چیزایی که به شما گفتم تقریبا بدونین که چقدر با ارزش هستین. هر چقدر در این دنیا الان، مخصوصا کسانی که تو ایران، افغانستان هستن، تو فشارهایی هستین، در فکر میکنین، یعنی تو مشکلای الان روحیه، نفسیه، یا نمیدونم مالیه، امکانات رو نداشتین، تو یه جامعه بزرگ شدین که واقعا اونجا دردناک بود و هیچ امکانی هم نبود، یه چیزی چسبیدین اونجا و هیچ، هر دعا میکنین شنیده نمیشه و میگه این خدا کجاست؟ فشار و بار روی دوشتونه، خانواده هم دارین، بچه دارین، چطور میتونین غذا بدین، کجا کار بکنین، دروغ میگین، تظاهر میکنین همه کارا رو انجام میدین که حداقل بتونین زندگیتون رو به یه جایی هدایت کنین که مثلا خانواده خودتون رو نگه دارین، چون حقیقت رو نمیشناسین. بعد میخوام امروزم به شما بگم که هر جایی که دنیا هستین، هر موقعیتی سختم هستین، کلام خدا میگه که چون شبیه خودم من تو رو خلق کردم با ارزش هستی. و زمانی که باور کنی، زمانی که ایمان بیاری به اون خدایی که
آش با عشق با محبت خودش تو رو خلق کرده و باور کنیم و وصل میشین به این نور که خود عیسی مسیح به این باران روح خداست که یواش یواش شکوفه میده، یعنی اول رشد میکنه، بعد از این اون موقع متوجه میشین خدا چه خواندگی برای تو داره. زندگی تو یک ارزشی پیدا میکنه و میدونی برای چی زندگی میکنی. قبل از این واقعا مثل سردرگمی زندگی میکنه، اصلا نمیدونی چون کی هستیم، خودتون نمیدونی چی کی هستیم، نه؟ خودتون اصلا درست پیدا نکردیم. زمانی پیدا میکنین، زمانی که نور خدا در شما قرار بگیره و اون موقع متوجه بشین چقدر عالی شما رو خلق خدا خلق کرده. برای این یه قسمتی بود که ما باید آشنا بشیم به اون خدا، و همینطور هم قسمت دوم باید به شناخت خودمون برسیم. قسمت بعدیشه که ما باید به اون قسمتی برسیم که واقعا بدونیم که این زندگی که من میکنم و زندگی گناه‌آلوده، باید باور کنیم و ببینیم که من خدای خودم هستم، من چقدر خدا رو پرستش میکنم، فقط در تخت من روی قلب من یک تختی هست و من اونجا نشستم، این کنترل زندگیمو من به دستش گرفتم. و همینطورم باید باور کنین جلوی خداوند گناهکار ایستادم و همینطورم از نقشه خدا بیرون آمدم. خدا یه فکرهای دیگه داشت و به وسیله من از نسل آدم و حوا هستم که گناه کردن. باور کنی که این طبیعت شیطان، نه شیطان بلکه طبیعتش، خصوصیت شیطان، دی ان ای شیطان در من قرار گرفته. طبق طبیعت من گناه میکنم، کاری هم نمیتونم انجام بدم. باید باور کنی که واقعا به خاطر اینکه گناهکار هستین، همونطور زیر تسلط شیطان زندگی میکنین. اوست که روی شما حکومت میکنه و بدی شما رو میخواد و چیز مرگ شما رو میخواد. متنفر انسانه شیطان، چون شبیه خدا خلق شدیم. و باور کنین که به خاطر ما گناهکار هستیم بود، حق رو داره روی ما زندگی، روی ما تسلط داشته باشه. و همینطورم هم باورم کنم که بدون بخشش، و این بخشش رو نمیتونم با خودم به دست بیارم، این بخشش باید خداست که منو باید ببخشه. و به این، یعنی من خودم رو نمیتونم نجات بدم، خداست که باید منو نجات بده. به این دو تا حقیقت پس باید برسم، به شناخت خدا و به شناخت خودم. اون موقع هست الان که کلید ایمان هست، که الان یا الان میتونیم این قسمت رو بخونیم. پس به چه چیزی من باید ایمان داشته باشم؟ معمولا اینطوریه که توی دنیا اینطوری ما متوجه شدیم یا یاد گرفتیم، بگی که من باید یک قربانی بکنم که خدا منو قبول کنه، یک کاری برای خدا باید بکنم که خدا منو قبول کنه. گوش میکنه، من باید یه قربانی بیارم، یه کاری انجام بدم که خدا منو قبول کنه. و خدا میگه که نه، من یک کاری میکنم، من یک کاری میکنم که شما فقط و فقط باید این کاری که برای خود، برای شما کردم باور کنه. این خاطر باور کردن مربوط به اعمال نیست بلکه با قلبتونه. و این کاری که خدا میخواد انجام بده، یا بیشتر میتونم بگم، میگه که من یک چیز رو قربانی میکنم، تو باید باور کنی که این قربانی رو برای تو کردم. باور کن، بشین هیچ کاری نکن، باور کن.
و اینجا در مورد عیسی مسیح خدا در جسم، یعنی خدا باید عمل کنه که ما بتونیم باور کنیم. و باورم همینطورم گفتم به وسیله کلام خداست، و این کلام خداست که الان من صحبت میکنم، از کتاب مقدسه، از آیه هایی هست. خدا باید عملا یک کاری انجام بده که ما رو دوست داره. خدا باید عملا یک کاری انجام بده که باور کنی منو دوست داره. الان من به آرتین بگم آرتین من تو رو دوست دارم، آرتین هم میگه چی؟ میگه که من آرتین الان پشت این دوربین نشسته. آرتین نمیدونم باور میکنی باور نمیکنی، شاید باور کنه الان که من دوست دارم. فقط برای بهش بگم مثلا برم مثلا یه هفته دو هفته نه زنگ نزنم، با او ارتباط برقرار نکنم، آیا بعد از این فکر میکنی دوست دارم؟ بعد از این خودش هم توی مشکل میفته، زنگ میزنه زنگ میزنه، منم جواب نمیدم، بعد از این مدتی جواب میدم، میگه وقت ندارم. میگه بابا برادر آلبرت برو این محبت خودت رو، پس فایده نداره. آرتین کی متوجه میشه؟ زمانی که یک عکس العملی از من دیده بشه، یک کاری که واقعا به خاطر خودش، نه به خاطر خودم، به خاطر خودش من انجام دادن، واقعا توی مشکل افتاده، توی یه چیزی افتاده که تنها نمیتونه بیرون بیاد، صبح ساعت 3-4 زنگ میزنه و 4:30 من اونجا هستم، همه کار رو انجام میدم، همه چیز رو انجام میدم و بیرون میارم. از این بعد میگه که واقعا رو محبت او میتونم حساب کنم، و این هم مثلا مثل یه زندگی باشه. پس محبت باید عملا نشون داده بشه. الان خدا از بالا بگه که ای جمعیت که اینجا هستی، من همه شما رو دوست دارم. اونا میگه که باور میکنیم. چه فایده داره؟ آیا این واقعا باور میکنین؟ الان توی سختی افتادین، تو مشکلات افتادین، دعا میکنین، نمیشنوین و نمیشنوه، هیچ حرکتی هم نیست، هیچ عکس العملی نیست. بعد از یه مدت چی میشه؟ خدا کجاست اصلا؟ اصلا منو میشنوه یا نه؟ اکثریت هم اینطوری تجربه رو دارن دیگه. چه خدایی هست؟ چرا اصلا منو خلق کردی؟ کجا هستی؟ پس خدا باید عملا یه کاری انجام بده. و الان میبینیم در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 11 و 12 اینجا میگه که نمیدونم اینجا هست یا نه، نه اینجا نیست، اینجا میشه. و میگه این شهادتی است که خداوند به ما حیات جاودانی رو بخشیده و این حیات در پسر خودشه. هر کسی پسر رو داره حیات رو داره، هر کسی پسر رو نداره حیات رو نخواهد داشت. یعنی میگه که خدا حیات جاودانی رو در پسرش گذاشته و این پسر رو فرستاده. هر کسی که به او باور میکنه حیات رو دریافت میکنه، هر کسی نیست حیات رو به دست نمیاره. الان در مورد عیسی مسیح میخواییم صحبت کنیم که اون عمل خداست برای ما. در یوحنا باب 1 آیه 1 اینجا میگه که از ابتدا کلمه بود. الان انجیل یوحنا رو کوتاه میخونیم. اینجا میگه که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. چطور میتونه باشه؟ از ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خداست، نزد یعنی کنارشه، و کلمه خود خدا بود. اینجا باید نگاه کنین که خداست که صحبت میکنه و خداوند میگه که روشنایی شود، روشنایی میشه، درسته؟ پس خدا به وسیله کلام خودش یه چیز رو به وجود میاره.
درسته؟ هم درست تمرکز کنید. سو زمانی که پس خدا صحبت میکنه، این کلام از خدا جداست، همزمان هم خداست، چون کلام خداست. درسته؟ الان من منو نگاه میکنه، من آلبرت هستم. یا؟ و الان این کلامی که صحبت میکنم، این کلامی که الان میام، این کلام چیه؟ کیه؟ نه یا اوکی کلام خدا. این الان من که صحبت میکنم، این آلبرتی که صحبت میکنم، این کلام خدا با آلبرت یکیه، جداست از من زمانی که صحبت میکنم، فقط از طریق ماهیت ذات آلبرته. پس اینجا در موردش که صحبت میکنه، از ابتدا کلمه بود، یعنی کلمه همون عیسی مسیح از ابتدا کلمه بود، یعنی عیسی بود، عیسی نزد خدا بود و عیسی خود خدا بود، جدا از پدر، فقط با ماهیتش یکی. الان کلام منو نمیتونین از من جدا کنین، کلام من آلبرته. و زمانی که خدا یه چیز رو صحبت میکنه و یه روشنایی شود، این کلام خداست که میاد. الان نمیدونم چطور، نمیدونم چطور، بعد این کلام رو قدرت رو داره که این که گفته شده، یه چیز رو به وسیله روح خدا یه چیز رو به وجود بیاره. پس اینجا میبینیم که در مورد صحبت میکنه، از ابتدا کلام خداست، کلام خدا بود، و اینم از ابتدا، زمان نیست. و همون بگم که خدا ابدی، یک چیزی شوی نشو میگن، یا یعنی تا خدا بود کلام بود، و این کلام به هر حال اینجا عیسی مسیح، و اینجا صحبت میکنه آیه 4 و 5 جا میگه که در او، یعنی در این کلام، حیات بود و حیات نور انسان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. پس در این کلام چی بود؟ حیات بود، و این حیات نور ما بود، نور انسان بود. نور چی می کنه؟ روشنایی به وجود میاره. حق جیان، یعنی زمانی که میایم با حقیقت آشنا میشیم، خدا میاد فکر خودش، نقشه خودش، صورت خودش، همه چی رو برای ما روشن میکنه و توش حیاته. و انسان بود و نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آن را در نیافت. منظور اینه که زمانی که عیسی مسیح آمد اونجا، همینطور قوم خودش اصلا قبولش نداشتن عیسی مسیح رو. فقط نمیخوام بریم اون مطلب رو صحبت کنیم، بلکه آیه 9 میگه که آن نور حقیقی بود که هر انسان رو منبه میگرداند و در جهان آمدنی بود. آن نور حقیقی بود که هر انسان رو منبه میگرداند و در جهان آمدنی بود. آیه 14، الان کلام جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او رو دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. یا میتونیم بگیم کلام انسان شد، جسد شد، یعنی انسان شد، مثل ما بود. برای که ما میدونیم چطور از روح القدس آمد در رحم مریم، این سپرم خدا که روح خداست، دی ان ای خداست، شخصیت ماهیت خدا رو داره، این آمد اینجا در رحم مادر مریم و جدیه در میان ما، زمانی که عیسی به دنیا آمد، و اینجا چون درونش روحن خدا بود، یعنی همون کلمه نزد خدا، کلمه خود خدا بود، پس کلمه آمد اینجا، خود خدا آمد در رحم ما، در و زمانی که ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او رو دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر.
یعنی زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد، از ذات خدا، یعنی از روح خدا که وارد شد در این دنیا، شخصیتش، رفتارش، همه چیز از طریق درونی مثل خدا یا پر از فیض و راستی و از طریق ظاهری مثل ما انسان، و هر کسی که روبروی عیسی مسیح می شد با کی آشنا می شد؟ پر از فیض و راستی و بعد از این جلال شایسته پسر یگانه پدر. پس هر کسی که آمد با عیسی مسیح نزدیک شد، آشنا شد، پدر رو دید، با پدر آشنا می شد، چون کلام خدا با خدا یکیه یا با پدر یکیه. به این خاطر ما باور میکنیم به این پدر، پسر و روح القدس که هر سه تا جدا از همدیگه هستن، فقط ذاتن یک هستن. یوحنا باب 1 آیه 18 و منج نه یا میگه که خدا هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او رو ظاهر کرد. همین پسری که آمد ما رو با خدای واحد یا پدر آسمونی ما اونجا آشنا کنه و ظاهر کنه. در کلوسیان باب 1 آیه 15 میگه که او صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمام آفریدگان، زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در وی ساکن شود. پس اینجا میبینیم که اول که میخواییم در مورد این دارو صحبت کنیم، اونی دارو فقط کسی که واقعا میخواد میتونه ما رو تبدیل کنه یا میتونه ما رو از این درخت موز آزادی کنه که دی ان ای خدا رو به دست بیاریم، این دارو اسمش عیسی مسیحه، که او خدا باید بیاد در این دنیا انسان بشه که ما بتونه ما رو از این زندگی گناهالود آزاد کنه. در اول یوحنا باب 1، رساله اول یوحنا باب 1 آیه 1 تا 3 میگه که اینجا چیز یوحنا که شاگرد عیسی مسیح بود، اینجا میگه که آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه برای آن نگریستیم و دستای ما لمس کرده در باره کلام حیات. یعنی دیگه که هر چیزی که 3 سالونی باهاش زندگی میکردن ما رو دیدیم، چشیدیم، دست زدیم، لمس کردیم، عیسی مسیح رو لمس کردیم، این کلام حیات رو ما لمس کردیم و حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت میدهیم، به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آنچه دیده و شنیدیم شما را اعلام نمی نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید. و اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح هست. پس اینجا شهادت میده که ما 3 سال و نیم رو دیدیم، لمس کردیم، ما در مورد کلام حیات رو دست زدیم، چون عیسی مسیح کلام خداست که زنده شده، انسان شده. زمانی که کتاب مقدس رو برداریم و این کتاب مقدس رو اینجا بود الان نیست، کتاب مقدس دارین، یک کسی هست اینجا کتاب مقدس، همه دیگه هندی ها دارن کتاب مقدس ندارن. باشید الان بگیم که این کتاب مقدسه، زمانی که اینو بردارین یا بده به من، خیلی خیستره. آها الان اینجا بگم این کتاب مقدسه، کتاب مقدس، یا زمانی که این کتاب مقدس و کلام خداست دیگه، همه چی رو نوشته، نه؟ زمانی که اینو بردارید، روح خدا بدمی توش، عیسی مسیح ظاهر میشه. این کلام نوشته هست، لوگو نوشته هست، روح خدا میاد با اونجا عیسی مشخص میشه، یعنی زنده میشه. در مورد کلام خدا به این خاطر بعضی وقت ما میگیم که
به عیسی مسیح ایمان دارم، عیسی مسیح رو دوست دارم. پس میگیم اگه تو ایمان داری به عیسی مسیح و عیسی مسیح رو دوست داری، پس باید اینو بخونی. اینو دوست داری دیگه، اینو بخونی و همینطورم اطاعت کنی از این کلام. از اون موقع مشخص میشه که واقعا عیسی رو دوست داری. افرادی هستن که من ایمان دارم به عیسی مسیح، دوستش دارم، فقط اصلا نمیخونم کتاب مقدس. به این خاطر تشویق میکنم هر جایی که هم هستی کتاب مقدس رو نمیخونی، به این خاطر مثل که اینطوری ببخشید اینطوری میگم که مثل که به عیسی مسیح بی حرمتی میکنی. فقط دوست داریم اون عیسی مسیح اینجا ببینی. آیا عیسی مسیح فقط اینجا این چیزی داشته باشی، خیال با خیالات خودت؟ فقط نمیخوام عیسی مسیح رو احترام بذارم که میگم واقعا باورت دارم، واقعا میدونم. پس باید اینو بخونم که اینجا حیات رو نوشته. بعد از طریق کلام خداست که با ما صحبت میکنه خدا. آمین. پس اینجا میگه که تشویق میکنه یوحنا و میگه که ما چشیدیم، ما دیدیم و لمسش کردیم در مورد کلام حیات و او ظاهر شد، ما او رو دیدیم و در پیش پدر بود، ظاهر شد و شنیدیم و اعلام می‌نماییم که تا شما هم با ما شراکت داشته باشید و ما شراکت ما با پدر و پسر و عیسی مسیح. یعنی اینجاش پشتی میگه که این تعریف میکنم که بتونیم با خدا به وسیله عیسی مسیح میتونیم با خدا مشارکت داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم. گود. یعنی الان این چیزی که الان قبل از این گفتم که خدا باید عمل کنه و خدا یه کاری باید بکنه که ما بتونیم باور کنیم، این همون شخص عیسی مسیح خدا که در جسمه. و گود، الان میخواییم این بخش دیگه که نمایان کردن اولویت خدا. الان خیلی افرادی هستن در این دنیا آمدن و گفتن که ما از خدا هستیم و برای فرقه هایی و همینطور هم مذهب های دیگه هم اونجا به وجود آمدن، چون هر کس آمد اونجا یه چیزی گفت که من از آن خدا هستم. فقط اینجا نگاه میکنیم این که خود عیسی مسیح که در مورد خودش اونجا صحبت میکنه که ما مخصوصا که ما میگیم که پسر خدا، عیسی مسیح پسر خداست که تو کتاب مقدس اینطوری نوشته. پس یک کسی که بیاد و این کلام واقعا بزرگ رو انجام بده که من خدا هستم و همینطور پسر خدا هستم و همینطور که ما خوندیم که اون پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او رو ظاهر کرده و او پر از فیض و راستی بود و جلال شایسته پسر یگانه پدر بود. پس باید حداقل میتونم بگم 5 تا خصوصیت هایی داشته باشه. اینجا نوشتم که متوجه شید این اول باید کیفیت‌های الهی رو داشته باشه، باید دارای حیاتی باشه که ادعا می‌کند، باید همینطور قسمت سوم باید اقتدار برای همه چیز داشته باشد. اگه کسی که میاد میگه که من خدا هستم، پسر خدا و خدا هستم، پس باید برحال خداست که آفریننده همه چیز هست، پس باید اقتدار داشته باشه روی تمام هستی، باید شریعت رو کاملا اجرا کند و بیگناه باشد. یعنی کتاب مقدس هر چیزی که در مورد خدا گفته، یا اینطوری بگم که در مورد انار، شاید الان بتونی بهتر متوجه بشی، تمام چیزهایی که خصوصیت هایی که در مورد انار اونجا گفته باید اینو داشته باشه، رنگشو و همینطورم پوستشو، دانه هاشو و مزهش، همه چی رو باید داشته باشه. پس میگه که من از خدا هستم که آمدم.
یا و باید شریعت رو کاملا انجام بده و همینطور هم نباید بمیره و حیات جاودانی داشته باشه، یعنی هیچ مرگی نباید در او وجود داشته باشه. برحال پیغمبرهای آمدن که در نام خدا آمدن و اونا مردن، و بعد اینجا که میگه که من پسر خدا هستم، یا و به این خاطر باید هیچ قدرت مرگ در او نباشه. موافق هستین؟ در یوحنا باب 10 آیه 24 و 25 اینجا نوشته: پس یهودیا دور او را گرفتن، به دو گفتن که تا کی ما رو چی؟ متعذر داری؟ چی؟ مرتد داری؟ الان چیه؟ متعذر داری؟ اگر تو یا میدونم، فقط لغتش رو میخوام درست تلفظش کنم، اینو گفتم، داری اگر تو مسیح هستی آشکار به ما بگو. عیسی به دیشان جواب داد: من به شما گفتم و ایمان نیاوردید، اعمالی را که به اسم پدر خود به جا می آورند آنها برای من شهادت می دهند. پس یهودی ها آمدن گفتن که ببین، من رو کلافی گذاشتی، الان واضح بگو آیا واقعا تو پسر خدا هستی یا نه. میگه که من به شما گفتم، شما باور نمی کنی. فقط و فقط به وسیله اعمال، کارهایی که من می کنم، از این کلام، از این کارها، از این اعمال میتونی متوجه بشی من پسر خدا هستم. ما میدونیم که برحال همه چی رو، ما انسان هم که هستیم، همه چی رو باور نمی کنیم. چیزی که باید باور کنیم باور نمی کنیم، چیزی که باید نباید باور کنیم باور می کنیم. بعد اینجا برحال عیسی مسیح میگه که من به شما گفتم، الان من هم همینطور به شما میگم که ببین، من گفتم که عیسی مسیح پسر خداست. اونجا نشستیم میگیم نه، شک دارم. پس بیایم بگیم که همینطور عیسی مسیح با چه کارهایی که عیسی مسیح کرده. و الان اینجا برحال اون موقع عیسی مسیح حضور داشت اونجا، میتونستن یهودی ها میتونستن با چشمای خودش رو ببینن. و در یوحنا باب 10 آیه 37 تا 38 میگه که اگر اعمال پدر خود را به جا نمی آورم، به من ایمان میآورید، لیکن چنان که به جا می آورم، هرگاه به من ایمان نمی آوری، به اعمال ایمان آورید تا بدانید و واقع کنید که پدر در من است و من در او. اینجا هم دوباره اشاره میکنه چی به چیز؟ به عمل. این عملی که من میکنم که بدانید که پدر در من است و من در پدر هستم. در یوحنا باب 14 فقط قسمت هایی میخوایم بخونیم، 14 آیه 9 تا 11، و اینجا میگه که در این مدت با شما بودم. الان به شاگردانش میگه آیا مرا نشناختید؟ کسی که مرا دید و پدر رو دید، کسی مرا دید پدر رو دیده است. چرا پدر رو دیده است؟ او نماینده پدر، یعنی هر کسی که عیسی مسیح با او، عیسی مسیح روبرو میشد، پر اینجا کی نمیشه، او پر از راستی و جلال شایسته پسر یگانه پدر بود. پس هر کسی منو میبینه پدر رو میبینه. منظوری نیست که خودش پدره، ماهیت پدر، شخصیت پدر رو میبینه و میگه که پدر دیده هست. پس چگونه تو میگویی پدر رو به ما نشانده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر و هستم و پدر در من؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لیکن پدری که در من ساکن است او این اعمال رو میکند. من رو تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، و حالا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. دوباره اشاره میکنه به پدر، به اعمال.
این الان شاگردانش از او پرسیدن، پدرمون به ما پدر رو نشون بده. من میگه ببین 3 سال این با شما هستم، الان زندگی منو دیدین، رفتار منو دیدین، شخصیت منو دیدین، کارهایی که میکنم دیدین که مشخصه که این پدره که در من این کار رو انجام میده. من با پدر یک هستم، اون پدر خداست و منم پسر خدا هستم، هیچ چیزی کمی از اون ندارم. یوحنا باب 15:24 و میگه که اگر در میان ایشان کارهایی نکرده بودم که غیر از آن من کسی هرگز نکرده بود، گناه نمی داشتند و الان اکنون دیدن و دشمن داشتن و من رو و همینطورم پدر من رو نیست. یعنی اینجا در مورد یهودیا صحبت میکنه که دائما هر دفعه یه چیزی پیدا میکردند که او رو اصلا رد کنن و میگه که اگر الان این تمام معجزه‌ها رو کردم و این فریسی ها بودن و این قوم خودش بود، گفته این الان همه چی رو دیدن، چه کارهایی میکنم، جز از من کسی، جز از خدا کسی نمیتونه اینجا انجام بده، هیچ کسی هم قبل از من این کار رو نکرده، الان میبینن هنوز منو باور نمیکنن، به این خاطر میگه که گناهشون همینطور میمونه چون من رو رد میکنن عنوان پسر خدا. الان زمانی که در مورد چی صحبت کردیم، در مورد اعمال صحبت کردیم، پس الان بیایم نگاه کنیم پس این پسر خدا الان چه کارهایی کرده. الان تو کتاب مقدس به اندازه کافی، مخصوصا توی انجیل به اندازه کافی در موردش هم نوشته شده، که خیلی قسمتهایی هم هست که توی قرآن هم اونجا اشاره کرده شده، نوشته شده. اقتدار مطلق عیسی مسیح که به وسیله این خدا یا خود عیسی مسیح نشون میده که این کارهای طبیعی نیست، این غیر طبیعی است که انسان نمیتونه انجام بده. و پشت تمام این معجزه هایی که عیسی مسیح کرده همون اقتدار خدا بود، یعنی نشون میده که اون من خدای هستم، خدای خالق هستم که همه چی رو خلق کردم و زمانی که من همه چی رو خلق کردم هم اقتدار رو دارم چیزهایم اونجا عوض کنم. و اینجا میبینین که 6 تا نکته هایی که من نوشتم، پس یه کسی هست که میگه که برای من پسر خدا هستم، پس باید روح انسان، روح نفس و بدن اونجا اقتدار داره و چون با انسان برای خدا رو به رو هست. و الان اینجا 5-6 تا نکته هایی هست که برای یه کسی که میگه که من خدا هستم، پس باید روی طبیعت اقتدار داشته باشه، روی خوراک، چون به وسیله غذا ما زنده هستیم، روح نیستیم که هیچ چیزی اقتدار داشته باشیم. و در مورد بیماری باید اقتدار داشته باشه، روی قدرت‌های روحانی، یعنی نیروهای تاریکی هستن، دیوها، شیطان و هر چیزی که اونجا هست. و قسمت مهم فقط خداست که میتونه گناه رو ما ببخشه، پس باید اقتدار داشته باشه روی گناهان، بخشش گناه، و همینطور هم باید این اقتدار رو داشته باشه که یا مرگ، این قدرت مرگ روی او تاثیر نباید بگذاره، چون خداست دیگه، خدا هم ابدی هست. پس این 6 تا نکته هایی هست که میخوایم اینطوری نگاه کنیم که در متی باب، اینجا فقط یک مثال هایی، فقط چند تا خیلی زیاد معجزه هایی که کرده، فقط اینجا فقط این قسمت ها رو میخوایم نگاه کنیم. در متی باب 8:26-27 اینجا میبینی که عیسی مسیح توی با شاگردانش روی قایق بود. سوال چی؟ هم زنده رو میتونه، خداست که مرده رو میتونه زنده کنه و همینطور هم برای درونش مرگی نیست. در مورد
طبیعت. اینجا نگاه میکنیم که دور متی بابی 8 نوشته شده عیسی مسیح روی با شاگردانش توی یک قایقی بود، اینجا همینطور سفر میکردن، یهو یه طوفانی آمد و تمام موجهایی که آمدن و دیگه در حال غرق شدن بود، این کشتی یا کشتی نبود، بیشتر یه قایق بود. خود عیسی مسیح میگه که اونجا خوابیده بود، شاگردانش فقط با تمام سطلا سعی میکردن و خودشون نجات بدن. بعد از این عیسی مسیح رو بیدار کردن. خیلی جالب، عیسی مسیح اونجا دراز کشیده بود، خوابیده بود. بعد این بیدار کردن و گفتن که عیسی مسیح تو فکر ما نیستی، ما میمیریم. بعد این عیسی مسیح اینجا میسته میگه که ایمان شما کجاست؟ نمیدونی که خدا در اینجاست؟ میدونی که نمیدونی که اقتدار رو دارم، یعنی اون خدایی که همه چی رو خلق کرده، من پسر خدا هستم. بعد از اینجا میگه که کم ایمان، یعنی هنوز باور نمی کنن که عیسی این قدرت اقتدار رو داره، پسر خداست، با خدا یکی. بعد از این برحال عیسی هم از اینجا میسته و نه اونجا شروع میکنه دعا کردن، بگه ای خدا خواهش میکنم این طوفان رو خاموش کن. دعا نمی کنه چون خداست، خدا احتیاج به دعا نداره که دعا بکنه. خدا گفت روشنایی شود، روشنایی شد. همون خدا الان اینجا ایستاده میگه که خاموش، و تمام موجها، تمام این طوفان، همه چی خاموش شدن و تمام شاگردان اینجا شوکه شده بودن. این دیگه کیه؟ حتی این طوفان و حتی این بادها از او اطاعت میکنن، اطاعت میکنن. زانو افتادن، گفتن که واقعا این دیگه کیه؟ اونجا عیسی مسیح با شاگردانش رفت، میخواست اقتدار خودش نشون بده که شاگردانش به ایمان میارن که من پسر خدا هستم، خدا در این قایق هست، به این خاطر راحت میتونم اینجا بخوابم، همه چیز در دستهای منه. الان میخوایم اینطوری نگاه کنیم، تقریبا زمانی که کسی که عیسی مسیح رو عنوان خداوند در قلبش رو قبول میکنه، اون خدای قادر متعال، قادر مطلق، این خدای همه جا حاضر، نگاه کنیم بدن تو مثل قایقه، او رو دعوت کردی، آمدی در زندگی، آیا غر میشی؟ ها؟ در این طوفان‌های دنیا غر میشی؟ نه. اگه عیسی مسیح اینجا نباشه غر میشی. زمانی که عیسی مسیح در توست، مطمئن باش این داستان همی که داری نشون میده که غر نخواهی شد، چون اون خدای قادر متعال اونجاست که صحبت میکنه، همه چی خاموش میشه. و یک داستانی دیگه هم هست که این یک باری بود که شاگردان خودش رو با هم رفتن و یک باری بود که خدا شاگردان عیسی مسیح شاگردان خودش رو زور کرد، گفته برین اونجا، قایق رو برداریم بریم اون طرف، خودش اینجا موند. الان میخواد یه درس دیگه یاد بده که نشون بدن که برحال چه اقتداری داره. بعد از این همینطور توی طوفان قرار گرفتن و اونجا دیگه عیسی دیگه نبود. پس عیسی کجاست؟ فقط اونجا همینطور توی مشکل و خدا عیسی مسیح اون موقع همینطور در دعا بود. و بعد از این در ساعت نمیدونم 3-4 بود که طوفان قرار گرفت، اما عیسی مسیح روی آب رفت و بعد از این شاگردان یهو او رو دیدن و ترسیدن، گفتن که یک روحی است. بعد از عیسی مسیح میگه که نه ترسین، من هستم. و خب من میتونم بگم آخه نمیشه عزیزان، آیا میشه یک کسی روی آب راه بره؟ هر چیزایی هست که نوشته شده دیگه. مغز من نمیتونه چی میگم بگنجه. نمیتونم آخه چطور میتونه یک شخص رو آب راه بره؟ یا درست هم هست، یک شخصی واقعا نمیتونه، فقط خداست که این میگن جاذبه دنیا زمین، جاذبه زمین رو خودش خلق کرده. متوجه هستین؟ به این خاطر خودش اقتدار رو داره.
رو آب راه بره. از من نپرسید چطور، نمیدونم. فقط من باور میکنم چون خداست، که حتی تو زندگی خودمونم بعضی وقت هم احساس نکنیم که خدا هست. توی قایق الان تنها هستیم، خدا اونجاست. و بعد از اینم پتروس هم اونجا گفته که ای خدا، اینم داستان خیلی خوبه، میگه که ای عیسی اگر تو هستی به من بگو که منم بیام رو آب راه برم. و عیسی هم از اینجا میگه نه نه این کار رو نمیتونی، اونجا همونجا بمون. گفته نه باشه بیا. کی میگه؟ عیسی میگه کی؟ بیا. خدا گفت پتروس بیا، یعنی این اقتدار رو داد بهش. پتروس هم باور کرد، پشگوزی دیده هی راه میره. به عیسی مسیح نگاه میکنه، به عیسی میگه اینکه اینجا عیسی مسیح. همینطور عیسی مسیح راه میره، من راه میرم. بلافاصله در دست چپ و راست یک موجی آمد. یهو چشمشو به این موج نگاه کرد، یعنی از عیسی مسیح صورتشو تکون داد اون طرف، یهو غرق شد. چون چشمشو برداشت از عیسی مسیح. بعد از این بلافاصله عیسی مسیح دستشو گرفت، گفته چرا ترسیدی؟ چرا نگاهت رو از من برداشتی؟ بعد از این هر دوتاشون رفتن توی قایق. و این یک چیزی هست که داستانی هست که خدا اجازه داد اتفاق بیفته که شاگردان اول متوجه بشن که روبروی کی ایستادن، چه خدایی هست. همزمان هم برای ما هم که باور کنیم که عیسی مسیح این قدرت رو داره روی طبیعت. و هیچ کسی نمیتونه، در این دنیا خیلی ها هستن که حتی معجزه هایی کردن، معجزه های شفا بود، این جادوگرایی هستن که این کار رو انجام میدن. حتی هیچ جایی نمیبینی که یک کسی بیاد تسلط داشته باشه روی طبیعت. بابا یک صدا، تمام این انبیاهایی که بگم و خدای افرادی که آمدن در این دنیا، هر کاری هم میکردن حداقل دعا میکردن و احتیاج عیسی مسیح به دعا نداره چون خود خداست. آمین. در مورد قسمت دوم، در مورد خوراک، چون خدا ما رو به هر حال روح نفس و بدن به ما بخشیده و میخوادشون بده که من مهیا کننده زندگی تو هستم، من هستم که تو رو سیر میکنم. و به هر حال اینجا میبینید که در متی باب 14 آیه 19 تا 21 جمعیتی بودن که تقریبا کلا کتاب مقدس یک بار نوشته 5000 و دو تا اتفاق افتاده 4000 نفر بودن. اینا فقط مردا اون موقع شمرده میشدن. بعد از این به هر حال تقریبا زنا بیشتر هم بودن، تقریبا حساب کنید 10-12 هزار نفر اونجا جمع شده بودن. روی یک تپه ای بود و اونجا همه جمع شده بودن و عیسی مسیح اونجا موعظه میکرد. و بعد از این عیسی مسیح میگه که الان به شاگردانش میگه که بهشون غذا بدین. خدا الان 12000 نفر، ما 10 نفر رو نمیتونیم غذا بدیم، چطور میتونیم انجام بدیم؟ عیسی مسیح میگه که سوال میکنه که چه چیزی داریم. و هر حال اونجا آمدن گفتن یه بچه هست که 5 تا نون و 2 تا ماهی داره، اینو برداشتن. بعد از این گفته بیار اینجا پیش ما. بعد از این چیز کرد، نان رو برداشت، دعا نکرد و از خدا پدر تشکر کرد و نان رو شکوند. این نان رو شکوند و به شاگردان داد، گفته برین اینجا و این ماهی رو داد و برین اینجا به ایشان بدین. و زمانی که هر چیزی که شکونده میشد دو برابر میشد، معجزه آزار. و 10000 نفر اونجا، 12000 نفر اونجا سیر شدن. و بعد از اینم که همه چی سیرش سیر شدن، بعد از این عیسی مسیح گفته که ببینید باقی نون و چیزا رو ماهیا رو جمع کنی و توی سبد بزنی. گفته 12 تا سبد اونجا باقی موند. آقا چطور میتونه باشه؟ در این قرن 21 هم الان آشپزهایی هم بیان، یا حداقل برای 12000 نفر حداقل 100 تا
آشپز احتیاج هست، 200 تا چیز احتیاج، چی میگن، کارگر احتیاج هست که بتونن اینا رو سیر کنن. و اینجا میبینیم که خدا میگه که من مهیا کننده زندگی تو هستم، من هستم معجزه آسا کارایی میکنم. و جالبش اینه که عزیزان، که قبل از این زمانی که عیسی مسیح خدمت خودش رو شروع کنه، یادتون هست روی زمانی که تعمید گرفت و اونجا از بالا صدای آمد که این پسر محبوب منه، من از او خوشنود هستم. بعد از این روح او رو برد توی بیابون، 40 روز عیسی مسیح روزه بود و کلام خدا میگه که عیسی مسیح گرسنه بود. بعد از این شیطان میاد اونجا و بهش میگه که اگر تو خدا، اگر تو پسر خدا هستی، از این سنگ تبدیل به نون بکن. تو خدا هستی دیگه. عیسی مسیح میتونست این کار انجام بده؟ میتونست انجام بده، خداست دیگه. چرا نکرد؟ چرا نکرد؟ گرسنه بود دیگه، میتونست انجام بده. میگه مثلا شیطان الان بتون نشون میده من پسر خدا هستم. یا بود، یعنی اول که شیطان اصلا گوش، یا یعنی اینطوری، یعنی اول شیطان، خدا احتیاج نیست به شیطان جواب بده، ببین من این هستم، خودش میدونه کیه. و زمانی که این صدایی که از بالا آمده بود، پدرش بهش گفت، گفته این پسر محبوب من هست که من از او خوشنود هستم. این پسر محبوب من هست، من از او خوشنود هستم. زمانی که روی کوه بود، شیطان آمد که اگه تو پسر خدا هستی، این محبوب رو گذاشت کنار. یا گذاشت کنار، اگه تو پسر خدا هستی پس این نون. و عیسی مسیح اینجا جواب میده که نه ان از نون فقط، یعنی ما احتیاج به نون داریم، بلکه از هر کلامی که از دهن خدا میاد انسان زیست میکنه، زندگی میکنه. یه قسمت اول نشون میده که کلام خداست که به ما چیز میده، یه قسمتش هم نشون میده که ببین خودخواهی در من وجود نداره، من برای شکم خودم فکر نمی کنم. این ذات خداست، خدا هیچ خودخواهی توش نداره که بگه من الان گرسنه شدم برای خودم باید فکر کنم. ما معمولا اینطوری، ما خودمون اینطوری هستیم چون این خودخواهی در ماست. پس از این طریق کار شیطان این بود که تو او رو تو وسوسه بندازه، یه گناهی کنه. گناه یعنی چی؟ برای خودش فکر کنه. تو برای خودت فکر کن، تو گرسنه هستی، خدا هم هستی، پس بکن. اگه عیسی مسیح، من باور میکنم، اگه عیسی مسیح از این سنگ نون چیز میکرد، گناهکار میشد، خود محور میشد، چون برای خودش فکر میکرد. و این در ذات خدا وجود نداره عزیزان. میخوام با خدا آشنا بشیم. خدا هیچ خودخواهی درونش نداره. اون کاملا خودش، ذاتش محبته و محبت بخشنده هست. به این خاطر گفته که نه از نور فقط، بلکه از هر کلامی. بعد از این میبینیم که هفته های دیگه 15,000 نفر رو، 12,000 نفر رو سیر میکنه. بعد از این میبینیم 10,000 نفر رو سیر میکنه. خدا برای فکر ماست، متوجه، بخشنده هست. این ماهیت خدای ماست که به وسیله عیسی مسیح ظاهر شده. پس این قسمت دوم متوجه میشیم که جز از خدا کسی نمیتونه 10,000 نفر، 12,000 نفر رو سیر کنه با 5 نون و 2 ماهی. قسمت سوم بیماری هایی هستن که به اندازه کافی اونقدر چیزایی نوشته چطور خدا معجزه هایی انجام میده. پس معجزه یعنی الان چی، چه کاری میکنه عیسی مسیح که ما رو شبیه خودش خلق کرده، خودش ما رو ساخته، خودش ما رو گفته و خلق کرده. پس زمانی که خدا ما رو خلق کرده، پس میدونه ما رو چطور دوباره
برگردونه ما رو دوباره کامل کنه. تمام این گناه، تمام این گناه، چیز مریضی های چیزایی به وجود آمدم همیز نتیجه این گناهی هست، گناهکار بودن ماست که به وجود آمده. و اینجا زمانی که عیسی مسیح میاد اونجا این اقتدار رو داره و یک مرد کور که میاد اینجا، کور مادرزاد که میاد اینجا که غیر ممکنه یک کسی شفا بیاره یا بینا بشه. و در چیز یهودیان، تو کتاب یهودی خودشون هم اونجا نوشته شده بود که چون خودشون منتظر مسیح بودن که مسیح بیاد، منتظر مسیح یعنی عنوان پادشاه بیاد، نه عنوان یک مردی که الان اونجا خیلی مثل فقیر اونجا با لباس نرمال. اونا دنبال یک مسیح هستن، مشهده خودم مثل پادشاه بیاد ما رو از امپراتور روم آزاد کنه. این فکر رو به این خاطر عیسی مسیح رو رد کردم. و اینجا میبینیم که عیسی مرسی. یا اونجا نوشته، تو این جا نوشته که توی کتاب همون خود یهودی ها نوشته بود زمانی که عیسی میاد و عیسی یک شخصی رو که کور مادرزاد هست شفا میده، متوجه میشیم نشانه اینه که اون مسیح هست. تو دفتر خودش هم نوشته شده بود. و خدا مخصوصا آمد و این کار رو انجام داد، یک کور مادرزاد رو شفا داد، بینا کرد، که به یهودا بگیم هی من همون مسیح هستم. فقط نه این مسیح هستم که شما تصور میکنید، بلکه من مسیح هستم. نه عنوان پادشاه آمدم، بلکه عنوان یک بره ای آمدم برای گناه شما رو بمیرم. فقط اینو فریسی ها آمدن این پسر رو برداشتن، دایما نمیگه کی تو رو شفا داد، چطور شده؟ گفته ببین من نمیدونم، من کور بودم بینا شدم، نمیدونم، من از بچگی من کور بودم. از این طریق عیسی مسیح اونجا خدا بودنش رو نشون داد که من خدا هستم که نجات میدم، شفا میدم. و همزمان هم میبینیم که یک مردی رو میارن که فلجه 38 سال، یا یک کسی هست که 38 سال مریض بود، اونجا فلج بود. و عیسی مسیح میاد اونجا نگاه میکنه و میگه که میخوای شفا بیاری؟ میگه که بله، فقط هیچ کسی به من کمک نمیکنه. بعد از این عیسی مسیح اونجا چی میکنه؟ میگه رخت تو وردار و برو خونه. پس جالب نگاه میکنیم، دعا نمیکنه، بلکه اعلام میکنه. و به این خاطر زمانی که اعلام میکنه، تمام این استخونها، تمام عضله ها، تمام این رگ ها، تمام اعصاب، همه چی که به هم ریخته بود، همه چی شکل گرفتن. قدرت آمد. بعد از این ایستاد و نه فقط گفته که الان برو خونه، بلکه حتی الان تخت خودت رو بردار برو. یعنی اونطوری قدرت میده، اونقدر شفا میده کامل، که اینو برداشت رفت خونه و میگه که دیگه گناه نکن، چون این مریضی که الان فلج شدی به خاطر گناه. و زندگی ما هم اینطور، ما فلج هستیم، فلج روحانی هستیم به خاطر این گناهکار بودن ما. و اینجاست عیسی مسیح اینجا کلن شفا داد. و شفاهای دیگه هست که اونجا عیسی مسیح اینجا انجام داده. پس این نشانه اینه که جز از خدا هیچ کسی نمیتونه این کار را انجام بده. و قسمت چهارم در مورد نیروهای تاریکی، دیوها اقتدار داره. یک دنیای نامری وجود داره که اونجا شیطان با تمام فرشته‌هایی که صعود کردن و همینطور هم نیروهای تاریکی دیوهایی هستن که در جنهایی هستن که تو وارد انسان میتونن بشن و واقعا این انسان رو از بین ببرن، نابود کنن. و اینجا میبینی که داستانی هست که عیسی مسیح رفت توی یک جایی بود که یک شخصی بود که دیو زده بود و توی چیز قبرستان ها اونجا زندگی میکرد، چون
دیوها فقط جایی هستن که جایی که مرگ و صخره ها اونجا خودشون قایم شدن. و کلام خدا میگه زمانی که عیسی مسیح از این قایق بیرون آمد، آمد روی خشکی، این زمانی که این دیو او رو دید، این شخص او رو دید، آمد اونجا. فقط الان خود مرد صحبت نمی کنیم، این دیو ها صحبت می کنیم. میگه که ای عیسی مسیح پسر خدا، ما میدونیم تو کی هستی، تو پسر خدا هستی، آمدی ما رو الان قبل از زمان رو توی جهنم بندازی. یعنی جالبش اینه که شاگردان هنوز باور نمی کردن، جمعیت باور نمی کنن، فقط دیو ها می دونستن عیسی مسیح پسر خداست، چون در دنیای نامری مشخص بود که عیسی مسیح پسر خداست. آمدن زانو زدن و بعد از این گفتن که خواهش می کنم ما رو ننداز تو جهنم، اونجا خوک های هستن و خوک ها نشانه حیوان های نجس هستن، اجازه بده به ما، اجازه بده به ما بریم توی خوک ها. پس چه اقتداری داره عیسی مسیح که اونجا ایستاده گفته برید، دستور داد، اجازه میدن. بعد از این تمام این دیوها که توی این مرد بودن، آهان اونجا میپرسه میگه اسم تو چیه، میگه اسم من لیجیونه، چون دیوهای زیاد اینجا داریم. بعد از این میگه که بریم. پس این 2000 فکر کنم 2000 تا بودن دیو بودن، رفتن یا نمیدونم یادم نیست، لیجیون نمیدونم الان چند تا، فقط 2000 تا خوکایی بودن. یعنی تمام این دیوها رفتن توی این خوکا و خوکا چه کاری کردن؟ نتونستن این دیوار رو تحمل کنن، رفتن اون خودشون از این صخره انداختن توی دریا، همه مردن. متوجه هستین این دیوها چطور انسان رو آسیب میدن که حتی یک خوک نتونست تحملش کنه؟ کار شیطان نابود کردن بشریته، تو رو گناه بندازه، اونقدر نگه داره که پر از دیو بشی که آخر تو رو بکش از بین ببره. و بعد از این مرد سالم شد، آزاد شد و گفته عیسی اجازه بده من تو رو پیروی کنم. بعد از عیسی مسیح گفته نه، برو پیش خانوادت، برو بگو که خدا چه رحمی به تو کرده. منو تصور کن، این شخص که همه از اون میترسیدن، وحشتناک بود، برمیگرده تو خونه، درشو میزنه، پدر مادر درشو باز میکنه، پسرشو میبینه، صورتش عوض شده، میدرخشه، ماما بابا آمدم. فیض محبت مسیح رو اونجا نشون میده. مطمئن هستم تمام خانواده، تمام شهر و تمام این ده اونجا ایمان رو بردن. برحال اینجا نشون میدیم که چطور خدا عیسی مسیح اقتدار خودش رو نشون میده. قسمت پنجم میبینیم که در مورد آمرزش گناه است، که یک مرد رو میارن اونجا، فلج، چهار تا دوستایی بودن که فلج رو بردن پیش عیسی مسیح. اونقدر جا تنگ بود، اصلا هیچ کسی نمیتونست بره، سقف رو چیز کردن، باز کردن که این چهار او رو آوردن پیش عیسی مسیح. و عیسی مسیح این شخص رو نگاه کرد و همینطور هم ایمان ایشان رو نگاه کرد و به این شخص گفته که گناه تو آمرزیده شده. و اونجا فرزندان، مرسی دیگه، خیلی ممنون. و اونجا فرزندان فارسی ها هم اونجا بودن. بعد از این فارسی ها گفتن که این چه کیست که اجازه داره الان گناهی دیگران رو چیز کنه، ببخشه. و عیسی مسیح نگفته که الان شفا بیاد، گفت گناهای تو بخشیده شده. بعد از این اونایی که شروع کردن به فکر کردن که چرا چه اجازه‌ای داره یک کسی جز از خدا نمیتونه این کارو بده، بعد از عیسی مسیح گفته که زو
الان به خاطر اینکه باور کنی که پسر انسان اقتدار رو داره گناه رو ببخشه، به این خاطر میگه که به ایست تخت تو وردار و تخت تو وردار و برو خونه. بلا فاصله این شفا گرفت، همینطور مثل اون مرد دیگه 38 ساله که این در این وضع بود قدرت گرفت و تمام زندگیش، تمام بدن خودش نظم پیدا کرد یا و تختش رو برداشت و رفت خونه و نشان داد من اقتدار رو دارم که گناه رو ببخشم. این پنجمین قسمت و ششمین قسمت میبینیم که در مورد قیامت و در مورد حیات که چطور عیسی مسیح یک دختری بود که 12 سال بود که 12 سالش بود که مرده بود و رفت اونجا که همینجا زارزار گریه میکردن و عیسی مسیح رفت تو اون اتاق با شاگردان خودش و این دختر رو تالیتا رو زندگی کرد، گفته دختر بیست پاشو و این روی که شاید رفته بود برگشت اونجا دوباره زنده شد. یعنی نشانه اینه که این عیسی مسیح که قدرت داره مردگان رو زنده کنه و همینطور هم میبینیم که مادری که مادر بی بزن بود که پسرش اونجا فوت کرده بود دفن و این تابوت رو برمیداشتن و دیگه میرسن دفنش کنه، بعد از این عیسی مسیح اینجا میسه و میگه که پسر پاشو، میگم خدا میگه پاشو و این میسته و پسرش رو به مادرش برمیگردونه. و یه داستان دیگه که با الازر بود و الازر زمانی که یه شهر دیگه بود عیسی مسیح و شاگردانش آمدن، این افرادی آمدن گفتن که دوستی که داری الازر الان مریضه و خواهش میکنم بیا او شفا بده. بعد از این عیسی مسیح زمانی که اینو شنید هیچ کاری نکرد، گفته نه نمیرم. و اینجا 4 روز صبر کرد و بعد از این آمدن گفتن که او مرده، الازر مرده. این داستان رو میتونید خودتون بخونید در یوحنا باب 11 است که نوشته شده. عیسی مسیح مخصوصا این بلافاصله نرفت، بلکه 4 روز صبر کرد و بعد از این 4 روز رفت اونجا. بعد از این مارتا آمد گفته که عیسی چرا زود نیومدی؟ اگه زود میامدی دیگه برادرم اونجا دیگه تو شفاش میدادی. برحال اینا بگذاریم کنار. همونطور توی این دفتر یهودیان اینجا نوشته شده بود، یعنی اینطوری فلسفه ایشان اینطوری بود که یک کسی که میمیره 3 روز این روحش اینجا میگرده و بعد از 3 روز این روح میره و اونجا دیگه واقعا دیگه این مرد کلن دیگه مرده، از هیچ شانسی دیگه نیست. یعنی این توی فلسفه خودش این توی چیز دفترنامه میگن چیز نوشته شده بود. فقط این رو که اما اگر مسیح بیاد اون اقتدار رو داره زنده کنه. یعنی خودشون نوشتن توی چیز. به این خاطر عیسی مسیح بلافاصله نامد، 4 روز صبر کرد. 4 روز صبر کرد که به یهودی ها به فریسی ها نشون بده ببین من مسیح هستم. بعد از 4 روز رفت اونجا و جمعیت زیادی بودن اونجا گریه میکردم. بعد از این عیسی مسیح اونجا ایستاد، اونجا دوباره دعا نکرد، میگه پدر جان خواهش میکنم، بلکه میگه که دعا کرد، گفته مرسی پدر که دعای منو میشنوی. و اینم فقط میگم که نه به خاطر من، فقط به خاطر این جمعیت که باور کنن. بعد از این گفته الازر بیا بیرون. خدا میگه زمانی که اینو گفت اونم الازرم همینطور تعطین کرده بودن دیگه، 4 روز مرده بودن، بسته بودن، یهو از این قبر اینطوری میاد بیرون. همه نگاه کردن،
هیچ کسی نمیتونست باور کنه. بعد از 3 روز، بعد از 4 روز یه مرده زنده بشه. و اینجا نشون میده که عیسی مسیح زمانی که میگن من پسر خدا هستم، پسر انسان هستم، یعنی انسان هستم، من تو پسر خودم، درونم پسر خدا هستم، من این اقتدار رو دارم بگم و انجام خواهد شد، هر چقدرم 4 روزم مرده باشه. و آخرش هم میبینیم زمانی که میمیره چطور، بعد از 3 روز که هفته آینده در مورد صحبت خواهیم کرد، چطور هیچ مرگی وجود نداشت، یعنی هیچ گناهی درونش وجود نداشت. خودش کلن ذاتن خدا بود، از طریق انسان مرد، یعنی پسر انسان. بعد از این چون هیچ گناهی در او نبود، خدا میتونست او رو از مردگان برخیزانه. این هفته آینده در مورد ماموریت عیسی مسیح صحبت خواهیم کرد، اصلا ماموریتش چی بود، که به چه دلیل اینجا آمده. و فقط این چیزی که الان ما در موردش الان صحبت کردیم، در مورد نمایان کردن اولویت عیسی مسیح، این 5 تا قسمت هایی بود که یه کسی که میگه که من خدا هستم باید اینو داشته باشه. و همینطور هم در این 6 تا قسمت هایی متوجه شدم هیچ کسی، هیچ شخصی وجود نداشت که این تمام با اعمال نشون بده که من خدا هستم و من پسر خدا هستم. آمین. اینجاست که الان باورش ماست. میتونیم بگیم که نه باور نمی کنم، یا میتونیم بپرسیم، نه میتونیم دعا کنیم، خدا اگه واقعا این حقیقت آقایم، واقعا این چیزایی هست که اتفاق افتاده. مسلمان ها خیلی میگن که کتاب مقدس دست داده شده، عوض شده. من میتونم بگم این خدایی که ما رو خلق کرده، این خدایی که همه چی رو خلق کرده، آیا واقعا اجازه میده کلام رو یک کسی به دست به کلام خودش بذاره؟ اگه اینطوری باشه، پس همه کتابایی که در این دنیا هستن میتونیم که دست خورده، همونطور قرآن هم پس دست خورده. نه قرآن دست نخورده، همین چیزی که از نوشته شده دست نخورده، کتاب مقدس هم دست نخورده. خدا مواظب کلام خداش. خدا اونقدر ما رو عاشقانه دوست داره عزیزان، و این کار عظیمی که کرده هیچ موقع اجازه نمیده، نه فرشته‌ای، نه قدرت ها، هیچ شخصی، 1000 تا محمدایی بیان، 1000 تا نمیدونم چیزایی بیان، هیچ موقع اجازه نمیده به کلام خودش که دست بخوره، که چیزای عوض بشه، که ما نجات رو از دست بدیم. محبت خدا خیلی عظیم‌تر از این که ما فکر میکنیم. آمین. خوشحال باشیم خدای مثل او داریم. و اینجیگه خودتون هستین، باید دعا کنین، از خدا بطلبین، چشمتو ببندین و این خداوند واقعا بیا خودتو، این چیزا رو که الان شنیدم بعد احتیاج هستم، خودتم بیای به من این رو، این ایمان رو روشن کنی خداوند، که واقعا بتونم باور کنم این کاری که برای من کردی، نه برای خودت. بیا خودتو به من آشکار کن، بیا من معرفی کن، میخوام واقعا با حقیقت آشنا بشم. نمیخوام حقیقت خودم رو درست کنم از چی که من دوست دارم. نمیخوام فقط یک تصویری از خدایی درست کنم، من دوست دارم اینطوری خدا باشه، بلکه میخوام اینطوری که تو هستی با تو آشنا بشیم. این دعا رو میکنم عیسی مسیح برای من، برای این عزیزانی که اینجا هستن، عزیزانی که اینجا بش شدن، تو خودت یا این مکاشفه رو بهشون ببخش و خودتو معرفی کنی. با آماده کنین قلب ها رو که هفته آینده در مورد این ماموریت تو صحبت میکنیم. عیسی مسیح به چه دلیلی اصلا تو آسمون رو ترک کردی آمدی؟ واقعا این قلب ها آماده باشن که بتونیم اینا رو دست یا به دست بیاریم. خداوند کار عظیم خشنگ شگفت انگیز تو رو خداوند باور کنیم. در نام تو عیسی مسیح دعا میکنیم با تشکر از تو. آمین. آمین. یه دستم بزنیم برای عیسی مسیح.
روزتون به خیر باشه. هفته آینده همدیگه رو خواهیم دید. فکر میکنم همه چی طبق معمول اینطور جلو بره، ساعت 11 روز شنبه و فردا هم اینطور جلسه یک شنبه ما هست. دوست داریم افرادی که دوست دارن توی چیز توی اینستاگرام لایف نمیریم، بلکه توی یوتیوب اینجا میتونیم ما رو دنبال کنین، همونطور 888 آلفا اومگا و فیسبوک هم اونجا هم هست. میتونید کسانی هم که میخوان با تمام تعلیمای چیزایی هست که آشنا بشن، ما توی کانال تلگرام هم اونجا یک برنامه‌ای داریم یا یک چیز چی میگن لینکی داریم که اونجا تمام موعظه تعلیمای که ما توی کلیسامون میدیم اونجا میگذاریم. همسرم نسرین هم اونجا تعلیمای خیلی عالی خیلی خوب هست، خودش معلم کلیسا هم هست و خیلی چیزای درسای خیلی خوبی است که اونجا همینطور موعظه های اینجا گذاشته میشه. اینجا اگه ایمیل آدرس یا تلفن شماره تلفن رو برای ما بفرستی، ما میتونیم اونجا شما رو اونجا وصل کنیم که میتونیم اونجا هم به هر حال در تمام برنامه هایمون اونجا شرکت کنیم. روزتون بخیر باشه، با امید خدا هفته آینده هم دیگر رو میبینیم. خداحافظ عزیزان. اگه سوالی چیزایی هم هست مخصوصاً عزیزانی که اونجا هستن، خواهش میکنم همون توی چیزام بنویسین، توی اینستاگرام بنویسین، سعی میکنیم هفته آینده هم جواب بدیم. اوکی، فیض خدا با شما.